مجلس خبرگانش رو دیدید، اون مشکینی ابله رو دیدید چه چیزهایی میگفت، اون گوساله مشکینی رو دیدید، اون رئیس مجلس خبرگانه، این خبره چیست جز خبره خریت، جز خبره حماقت، جز خبره عقل کم؟ چه به شما بگویم، این ابله که اون کتاب ها رو نوشته، میدونید که مشکینی معروف به خریت در همه جای ایران. اون وقت این آقا رئیس مجلس خبرگان شد، رهبر انتخاب کرد، رهبرش هم همون خری میشه که سید علی گداست دیگه. وقتی دید چی گفت؟ گفته ما داریم به حکومت صدر اسلام نزدیک میشیم. ابله مشکینی، حکومت صدر اسلام ده ها قرن از جهان عقبه، ابله، تازه شما اون رو هم نمیتونید بکنید. حکومت صدر اسلام اگه اینقدر تریاکی و شیرهی و هروئینی و فاحشه و دزد و بیناموس داشته مثل این، خاک بر سر اون صدر اسلام با اون حکومتش. حکومت صدر اسلام اینجوری بوده، خاک بر سر صدر اسلام که حالا آخر اسلامش اینه. این اسلام شماست، این اسلام آبرو نداره، این دین شیطانه، این خریتی که هر کی مسلمون باشه اینجوری. اون تاسو عاشوراتون بود، دیدید چه کثافت کاری تو مملکت کردی؟ اتاق فرمان عکس اون آقایی رو که کشتنش نشون بده در شب تاسوعا. این اسلام شما، این امام حسین شما، این تاسوعا عاشورای شما، این مجلس خبرگان شما که رهبر انتخاب میکنه برای ما، و اون رهبر الاغ باز مجلس خبرگانش رو انتخاب میکنه. انتخابات مجلس خبرگان رو دیدید؟ کاندیداهایی که میان دوره ای آمدن دیدید؟ در هیچ جا یک دونه رقیب نداشتن، خودشون. آقای ابله السلطان امامه به سر رو در فلانجا کاندیدای مجلس خبرگان کرده، خودش هم انتخاب شده. اون عکستون حاضر آقا، اتاق فرمان اون عکس رو لطفا نشون بدید که بهتون دادم. بله بله بله، اون جوون بدبخت. این جوون به اسم اردشیر افشینزاده که در رشته کارگردانی سینما در دانشگاه هنر درس می‌خونه، اون جوونی که پایین نشسته، به دو روایت به هر حال این جوون رو ماموران این رژیم کشتن. به روایت اینها جوون‌ها جمع شده بودند در شب عاشورا یا شب تاسوعا در یک مهمانی و داشتن برای خودشون اوقات فراغت و تعطیلشون رو می‌گذروندن که یک مشت مأمور نیروی انتظامی بی شرف، بی پدر مادر، قاتل، آدم کش، ضد بشر، ضد ایرانی، که من دلم میخواد سران و اونها رو شماها با اسم همه جا معرفی کنید، به دیوارها بنویسید، روی اسکناس ها بنویسید، به ما بگویید اینهایی که دست به روی بچه های ایران هنوز بلند میکنن، اون ابله های دهاتی رو که آوردن و میچرخونن تو خیابونا، هیچی، سرانشون همسال اون طلایی و قالی باف و اونها رو، اینها رو مردم باید به دار بزنن، هیچ راه دیگه هم نداره. اینها هنوز دست به روی بچه